سلام، امیدوارم که خوب باشید. به ویژه که از میهن عزیز خبرهای خوب خوب بریسه، خبرهای جشن سرور شاد مالی و بیا شما رو فوت کن و که صد سال زنده باشی و به ویژه که تولد آقای پرزیدنت اسبق سید محمد خاتمی 70 سالگیشون برگزار شده و تدارکات زیاده. البته خود ایشون تدارکچی اصلی که میدونیم هستند و چه تدارکاتی میبینن برای تولد خودشون، که البته پارسال 69 سالگیشون رو گرفتن، پیرسال 68 سالگیشون، پس پیرسال 66 سالگیشون دو تا مثلا از این شمع ها که دو تا شیشه، بعد حالا امسال 70 که 70 سالشون میشه. البته من فکر نمی کنم، یعنی باید اینجا ایشون رو 54 ساله حساب کنیم، یعنی که اون 16 سالی که ایشون رئیس جمهور بودن و من فکر میکنم که از کل سن آقای خاتمی کم بکنید. سعدی گمانمی که روزی که در آن نکرده ای کار، آن روز عمر خویش مشمار، و اگر کم بکنیم هم جوان‌تر میشه آقای خاتمی، هم آماده میشه برای انتخابات های بعدی. به هر حال امیدواریم که ایشون سال آینده 71 سال، بعد 72 سال، بعد 73 سال، بعد 74 سال، بعد 75، ببخشید از اتاق فرمون میگن تو چند سال میخوای بری، تا 120 سال میخوام برم بگذاری. که به هر حال امیدواریم که ایشون بتونن جشن بگیرن و کیک ببرن. میبینین کیک دو طبقه دارن ایشون، کیک یه طبقه دارن، فکر کنم کیک زیرزمینی هم داشته باشن که تو عکس دیده نشده، و خب میبرن دیگه، کیک رو میبرن، خیلی هم زیباست و شمع هم فوت میکنن. آخه بیا شمع رو فوت کن که صد سال زنده باشید. اصلا آلیسو بلا بود کی بود؟ فکر کنم که از اون قبل از انقلاب برای آقای خاتمی خونده بوده باشن. ما هم تولد ایشونو شاد باش بگیم. افسوس که رهبر معظم انقلاب تو این جشن شرکت ندارن، رهبر عزیزی که به هر حال آقای خاتمی فرموده بودن که ما باید اگر به رهبری جفا شده از ایشون معذرت بخوایم بهتر بودی. الان دیگه، الان که خیلی دیگه جفا شده به رهبری، این اعدام پشت اعدام ها خسته کرده مقام معظم رهبری رو، آقای خاتمی دعوتش میکرد به این جشن و به هر حال یه جوری ازش معذرت بخواست و جای سرباز فداکار انقلاب قصاب اوین لاجوردی هم خالی، همون که آقای خاتمی ارادت داشت بهش و تشکیل کرد ازش وقتی که او از دنیا رفت، گفت او سرباز فداکار انقلابه. کاش که ایشون هم در این مراسم زیبا، این جشن سرور، این کیک برونو شمپوت کنی و اینا شرکت می داشت. اما عکس آقای خاتمی روی کیک اینا میره، این اینا هم دیگه صنعت جدید کیک سازی خوردنیه، یعنی نمیدونم با مارزیپان چی مواد رنگی خوراکی درست میکنن. همون عکس، عکس آقای خاتمی هم خوردنی است، ولی خب کاش که عکس رهبری رو میذاشتن روی کیکشون. ولی در این حال من مخالفم که عکس آدم به صورت خوردنی روی که آنو مال بچه ها رو میذاره باید، برای عکس اصولا چیزی که عکس طرف رو یا اسم طرف رو، حالا اسم بعضی رو روی دارچین، با دارچین روی شل زردم می نویسن، ولی آخه آدم چیزی که میخوره عاقبت خوشی نداره، اون تصویر عاقبت خوشی نداره، وقتی خورده میشه. به هر حال مخالف هستم و این جشن سرور فقط یه چیزی کم داشت، من چه دقت کردم تو عکس ها یه چیزی کم بود داشت، اونم بادکنک بود. به همین دلیل من این بادکنک سرخ رو تقدیم آقای خاتمی میکنم که این قلب خونین مقام معظم قلب خونین مقام معظم رهبری به با
به باد فنا رفت. این نداره میرسیم به بخش بعدی برنامه و باز برای آقای خاتمی تولد مبارکی در برنامه بعدی. اینجا بعد که باد کنک دیگه نداری میخونی. خبر بعدی بود خبر بعدی این بود که آقای رفسنجانی رفتن به کرمانشاه اونجا بیزینس سخنرانی کنن، بیزینس نکنن، رفتن سخنرانی کنن و اونجا یه ده شعار دادن علیه ایشون، چون که این همین مبحث چیز پیش اومده دیگه، مرگ بر آمریکا، که آقا حالا مرگ بر آمریکا حرامه یا حرام نیست. اینها این همه سال مرگ بر آمریکا گفتن بالاخره اثر کرد. مثلا دو هفته پیش، یه هفته پیش، چهار پنج روز آمریکا تب کرد افتاد و آقای رفسنجانی اونجا چون رو سایتشون گذاشته بودن که مرگ بر آمریکا، امام گفته نگید، میشه نگو میشه گفت. بعد آها این مسئولان سایت بدون اطلاع ایشون این کار کردن، بدون اطلاع ایشون راجع به سوریه اون حرف زدن، بدون اطلاع آقای روحانی نمیدونم کارت تبریک فرستادن برای فلان کسک. آره بدون اطلاع ایشون راجع به مرگ بر آمریکا چیز گفتن. یه دم رفتن اونجا چلو نشستن، اونا مرگ بر آمریکا گفتن، اینا شعار دادن چی؟ درود بر سلام بر هاشمی، درود بر خاتمی در مقابل مرگ بر آمریکا. یعنی اگه شما میخوام بگین که آمریکا بمیره، ما میخوام که سلام کنیم به هاشمی و خاتمی. حالا میگن که علت این بوده که استاندار همون استاندار قبلی زمان احمدنژاد بوده و تدارکات اینجوری بوده و 20 نه 20 نفری نشسته بودن که اغتشاش کنن. این اغتشاش که نه این اغتشاش مال اغتشاش قبلی زمان ایشون در قم رفته بودن بیزینس میگم رفته بودن سخنرانی کنن که یک شیخی میبینید که شغال بیشه مازندران پاشونده جیغ میکشه که به در مال اون دفعه است، ولی این دفعه آقای رفسنجانی وقتی که نمیدونی نمیتونی رو ساکت کنه هی میگه ساکت بشین و بعد میگه که نه، مثل که خیلی خیلی فشرده است این برنامه ها و بیشتر از این فرصت من نمیشه. البته خب فشرده. یادم میاد اون موقعی که قدیما بود که خیلی ها امتیاز انتشار روزنامه داشتن زمانش ها و هر کرکی هم بود، یه دم همین جوری تونسته بودن که با لات بازی بگیرن. یکی از این مدیران دیده بود که بعضی از این نشریات می‌نویسن که مثلا این هفته به علت تراکم مطالب، مثلا پاورقی فلان مطلب زیاد می آوردن، خبر زیاد بود، مثلا یه چیزایی رو وقتی که متراکم می شد بعدم می داشتن کنار، بعد توضیح می دادن که خواننده دنبالش نگرده و بدونه چرا نیست که به علت مثلا تراکم مطالب در این شماره پاورقی حسین قلی مستان یا دکتر سعدالدین الهی مثلا چاپ نشدی که مدیران مطبوعات نفهمیده بوده که تراکم مطالب دیگه شماره جوریه که شماره آینده به علت تراکم مطالب منتشر نمی شود. آقای رفسنجانی هم اینجا به علت فشردگی برنامه ها، ولی یه حرف خیلی خوب میزنه ایشون که میگه مردم هنوز ثمرات انقلاب رو کاملا نچشیدند، یعنی هنوز به اندازه کافی نه دزدی های لازم شده، نه فرزندانشون دزدی، نه کامیون به اندازه کافی رفته ترکیه دلار ببره، نه ثروت به اندازه کافی فراری داده شده به کانادا. نه برنامه های دیگر اندیش کشی و چپ کوچیه دهه 60 به اندازه کافی ارضا کننده آقایون هستش که نه سنگسارا هستی که آقای رفسنجانی به هر حال راضی باشند انجام گرفته که ایشون فرمودن که بله مردم هنوز به طور کامل ثمرات انقلاب رو نچشیدن. آره نه چشیدیم آقا، چشیدیم قربون شما، چشیدیم. حتی زندان رفتن نمایشی فرزندان شما رو هم دیدیم، چشیدیم. کتابی آقا نال نمیذارن نوت خورید
دفعه دیگه بکن، برو بیزینس رو کن، چی کار به ما داری. بعد این بامزه حرف زده، گفته که این انتخابات که در کشور انجام شده هم انتخاب روحانی در کران آرامش و بهترین شکل و بدون هیچ مشکلی برگزار شد و مردم به فرد مورد نظرشان رأی دادند و این همه برکات انقلاب است. پس تکلیف اون بابایی که پاچو دوید رفت حوزه در آخرین لحظه استویسی کرد بعد انداختنش لیست بیرون گفتن برو پیری. آقای رفتا جانی تکلیف اون چی میشه؟ اون بدبخت، اون مفلوک، اونی که در لیست انداختنش بیرون و مثل گربه مرتضی علی دوباره اومد پایین. این بهترین انتخابات بود آقای رفسنجانی. ببخشید ها، تکلیف اون پیری بد بخت حریص سیریناب حضیر که رفت اونجا، به اون اقلا رحم کنید و اینجوری انتخابات رو آزاد و مردم هر کی میخواد. شاید یه بدبختی میخواستن اون، مگر خودتون نگفتین مردم خواستن که من برم اسم بنویسم؟ مردم چند تا رأی دادن به مردم؟ مردم در خونه شما جمع شدن رأی دادن، انتخابات کردین، همونجا انتخابات مقدماتی کردی که مردم رأی دادن که شما بری اسم بنویسی کنی، و حالا که انداختن بیرون. ای بابا همین دیگه، من سر در نمیارم. من واسه همینه که نه تو سیاست رفتم نه تو بیزینس رفتم. خیلی خب بگذاریم. امروز میگه من در منطقه کلی جنگ و اختلاف و درگیری و کشتار در همه مناطق هست، فقط مملکت ماست که در آرامش بتر. راستم میگه اون جشن تولده آقای خاتمی از اونجا بگیرید ببینید بقیه امور مملکت هم همینجوری تورمه. فقط اون 20 نفری که اختشاش کردن و میگن گرفتن، مقام معظم رهبری هم توش بوده، اینا مدرکش. البته خب من چیز که فوتوشاپ اینجوریه بدبختا، نه اینکه یه جوری بکنی که لاش باز باشه و گندش در بیاد کنه که کجا افتاد من نفهمیدم. ظریفه مقامات بین المللی این خانم هشتون و اینا میگن آقا این ظریف چرا با اون یارو زمخت قبلی فرق داره، این چرا اون با کله میومد جلو. من چند دفعه ترسیده بودم این آقای جلیلی خدا بیامرز همینجوری بیاد کله بزنه به این خانم اشتون. الان چند هفته است که آقای دکتر نوریزاده به ما قول داده که یه انیمیتوری، یه سرویس اینجوری برای اینجور کارای برنامه هم در اختیار ما بذارن که خودمون هم میخواد بیرون کنه، هنو خبری نیست. و که این میخواستم یک کله با شکم میومد جلو، با کله میومد جلو. حالا کار رو این رو بگه که این ظریف پس چرا اونجوری نمی کنه. و چیزی که هم خانم اشتون مایه تجربه شده هم ناظران بین المللی اینه که این ظریف چرا بر پیشونیش از اون لکه ها نیست؟ برای اینکه پیشونیش هم گنده تر از مال جلیلی ها، یعنی سه تا از اون لکه ها توش جا میگیره، ولی این میگن چرا نداره. البته از این لکه ها وزرای جمهوری اسلامی، سردارا، اینا همه دارن، اغلبشون، یعنی همه نه طبق قانون مطبوعات اصلاح میکنن، همه نه اغلبشون دارن، اما این نداره. اولا برای که لکه باید تو قلب آدم باشه، که اگه نباشه به این جاها نمیرسه که آقای ظریف رسیده، آقای خامنه ای رسیده، آقای خاتمی رسیده، آقای احمدی‌نژاد رسیده. دو این که ایشون اگر که اونایی که لکه دارن باید ما به این خارجی رو بگیم، اگه بگیم مال عبادتی که با مور اینجوری اینجوری کردن که خب خر نیستن خارجی ها، که بگن که با بدن که اینجوری نیستش که با مور، مگه میکوبه کلش رو روی مور یا همجوری که چیز میکنه خداوند باری تعالی کلشه میگیره فشار میده روی مور.
نگیم هم اینا مثلا با دم قاشق میسونن گردو فندق و داغ میکنن میذارن اینجا، که تا اینو نگیم، بگیم واقعیت شو بگیم. با واقعیت اینه که لازار مزاجی اینا بعضی وقتا هضم غذا و اینا یک کمی پس میزنه میره بالا، از بایی میره بالا قهوهی نشت میکنه، بو هم میده. حالا خب تو تلویزیون عکس اینا بو 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 بوی اون مشخص نیست و همین دلیل هم هست که اینا معمولا برای الان شروع کردن پاک کردن از سر گندی که این سر انتخابات این جلیلی قرار بود رئیس جمهور بشه. کلیت نداشت نتونست، کلیپ با داشت قرار بود که رئیس جمهور بشه از سر اون سربندی که این چتری کرده بود موهاشو میخنه بود اینجا که معلوم نشه که یه نشتی کرده اونجا پیش. از اون موقع گند این کار در اومد، حالا شروع کردن بعضی از رو وزرا و سردارا کم کم این داره کم رنگ میشه، کم رنگ میشه، بین میره و باید بس خود آقای جلیلی خودشونو ببندن به چیزایی که مثلشون کار کنه و بتونن که رفع ملال بکنن از پیشونی خودشون و ناظران بین المللی رو هم از خودشون راضی کنند. و من همش نگران این خانم لوسی والندر هستم، که این خانم لوسی والندر هم از اون آدم های جالب روزگار مرد بوده، انگلیسی لورنس بوده فامیلیش کرده لوسی، مرد بوده اومده زن شده. خب خیلی ها میشنش، عیب نداره، عیب نداره. حالا مرداش همچی مرد مرد نیستن، حالا ایشون مرد بوده اومده زن شده اون عیب نداره. این بعد از این که مرد بوده اومده زن شده، اومده مسلمون هم شده، به اسلام گرویده، خب قبل دلش خواسته، هر کسی عقیدش آزاد هم برش خواهد بکنه. ولی این بدبخت آدم که زن که میشه که نباید اسلام بیاری، که مرد خارجی باید اسلام بیاره که بتونه هشت زن بگیره، تا فردا که اسلام بیاری که بدبختی یکی از اون چهار تا زن بگیره، ببخشید با مرمون ها اشتباه کردم، چهار تا زن بگیره، تو خودت هم فردا میشه که از اون چهار تایی که اون مردم میتونن بگیرن همینجوری خود رو بزنی، بعد از سنگسارت میکنن تکون بخوری. من نمیدونم آقا، زن شدی دمت گرم، تا وقتی مرد بودی میخواستی اسلام بیاره، قلعه یک کیفی از زندگی بکنی. مرد مسیحی وقتی میاد اسلام میاره، البته خب یه خود اولش درد داره، ولی آکیه داره، حال میکنی، سیره میکنی، دکتر بچه میگیرین از 9 ساله به بالا 4 تا. نمیدونم، من نمیدونم این خانمه چرا برعکس عمل کرده. آخه آدم بخواد زن بشه بعد مسلمون بشه، پدرش در میاد. تو در همون که مسجد محل تو شهر سویندون تو غرب همین لندن، غرب انگلیس، مسجد رو نمیذاشتن اول اینکه بره قاطی سن این سوالایی توی روزنامه انگلیسی دیلی میل بود چی بود، حالا عکسشو براتون میذارم. اینجا شده بود که تو مسجد میپرسن که اندازه سینه چقدر، جدا اینا رو اینجا تو چرا سیب آدم داری اینا داری، و چرا میخوای بیا قاطی زنا، نه باید بیا قاطی مردا نماز کنیم. آقا به قرآن من زنم، هم مسلمونم هم زنم. اونا میگن نه، اولین باره که یک تغییر جنسیتی اومده مسلمون شده، ما تکلیفمون با اون نمیدونیم. من نمیدونم چرا این کار کرده لوسی والندر، ها با یک مرد مسلمان به اسم مراد ازدواج کرده، میگه من اصلا سرباز بوده. سرباز نیروی زمینی انگلیس بوده، از 21 سالگی رفته سرباز حقوق بگیر شده، پرایوت بهش میگن اینا، از 21 سالگی نیرو زمینی هم بوده. و نمیدونه، حالا اگه نیرو هوایی بود میگفتیم هوایی شده یا خواست
سرم بشی نیرو زمینی که دیگه هوایی نباید بشه. من این نوشته که با سرباز ها میشستم مسئول کردیم چلیک میکردیم دوست داشتم اینا، ولی کم کم دیدم که نه اینجوری نیستم، این کاره نیستم، اون کاره هم نه، یعنی ببخشید یعنی امیال دیگری دارم. و با یه آقای مراد نام مسلمون به مراد خودش رسیده، انشالله که همونطور که لوسی والندر به مراد خودش رسید همه به مراد خودشون برسن. من دیگه اینجا چی نوشتم که حالا یادم بره بخونم بعد بگم خاک بر سرم چی شد. ها هیچی، همین ها یه مقداری هم بعضی چیزا رو اگه نمیشه توی تلویزیون گفت به هر حال دیگه محظورات رسانه های مختلف محصولات میکنه. فیسبوک گیرایی نداره که مثلا تلویزیون داره، تلویزیون یه گیرایی داره که رادیو نداره، یعنی تو رادیو میتونه گوینده لخت باشه تو تلویزیون نمیتونه. به همین دلیل فیسبوک، آها من تا حالا اصلا فیسبوکمو به شما معرفی نکردم، اولین بار خدمتتون عرض بکنم این فیسبوک من، اونجا عکس پیشونی نلسون ماندلا هستش، اونم عکس بره که روش نوشته خودشه، این خودشه مال اینه که این همون فیسبوکی که خودشه، بقیه فیسبوک ها یا دیگرون درست کردن موفق بود یا خودم درست کردم گذاشتم در رفتم خالصه، همیشه اینم فیسبوک من هستش. و حالا برای عبرت خانم لورنس والندر سرباز بوده، زن شده، مسلمون هم شده، یعنی این سه تا نرمش رهبرمندانه یهو انجام داده. امیدوارم که آب به آب نشه و خیرشو ببینه. اما مرد حسابی، زن حسابی، نمیدونم حالا چی حسابی، آدم حسابی، خلاصه نرمش پیروزمندان به هر حال یه خود حساب کتابم داره. خوش باشی، اما امیدوارم که عمرت باقی باشه به سن این پیرزنی که من اینجا شعرشو میخونم برسی، ولی تو جمهوری اسلامی پیدات نشه، مانتوی شیکم نپوشی، پاسداری کرد حمله مثل گرگ جانب پیرزنی مادر بزرگ، گفت پیدا باشد از تو تارمو، بردی از پیغمبر و دین آورو، در کمیته امشبی داری پناه، میبری به صبح فردا دادگاه. پیرزن لرزان شکسته بیرمق، هرچه چین بر صورتش غرق عرق، گفت دینی با چنین قدر و مقام، صاحب پیغمبر و کلی امام، این همه آخوند از بهرش قطار، مجتهدهایش بزرگ امامه دار، جمله توضیح المسائل ها قطور، هر یکی 86 تا بوفکور، قصه گلشیری از صرفش عقب، دولت آبادی ز نحوش در عجب، آنچه در آن هست آداب خلا، واقعا باید نوشتن با طلا، با سخنهایی چنین نقص و نکو، دین کجا دارد غمی از تارمون. پیرزنی چه زیبل بوده شن تشبیهات کرد، ادامه میده، میگه این همه سرباز و هنگ و پادگان، حافظ اسلام و پرچم داران، من کجا زورم به کاری میرسد، لطمه ای از موی و تاری میرسد، هیچ مو شمشیر نیکویی نشد، هیچ دینی بسته مویی نشد، من که از پیغمبر و از دین او، بردم استغفر الله آبرو. پاسدارش گفت زانموی سفید، که شما پیران خجالت میکشید، چیست پس آن صورتی روژ لبد، جز نشان دشمنی با مذهبد، روسری جورجت که نه،
ابریشم است، قیمتش را هر چه پندارم کم است. چکمه هایت لابود از ایتالیا است، الفتی شاید تو را با مافیا است. و از همه اینها گرانتر مانتوت، دل ز مردان میبرد رخت نوت. پشم مانتو میکند اغوایشان، لرزه اندازد به سر تا پایشان. چیست این مانتو که تو داری به تن؟ چادر مشکی سرت کن تیرت زن. مانتوت طرح نو است و پشم ناب، سنبل طاغوت و ضد انقلاب. این بده تا من به مستضعف دهم، حق فرستاده چرا از کف دهم. آخه بیچاره مستضعف ها هرچی ترامنو داشتن امام گره برد تو حساب سعد خودش، ولی هرچی هم اینو خواستن چپاول کنن به اسم اون بدبخت. دوران طلایی امام که بیرو حسین بخواد ما رو برگردونه، همون دوران که ملت طلاشی رو ریختن به حساب صد امام. حرف تو حرف اومد، ببخشید. پاسدار قلسه میگه که چیسی مانتو که تو داری به تن، چادر مشکی سرت کن پیر زن. مانتوت طرح نو است و پشم ناب، سنبال طاغوت و ضد انقلاب. این بده تا من به مستضعف دهم، حق فرستاده چرا از کف دهم. گر رهایی خواهی و شلاق هیچ، میدهم چادر شوی بر خود بپیچ. مانتوت بگذار و پشت سر نبین، موی خود را هم بپوشان بعد از این. چیز کرده همچین نرمش پیروزمندانه؟ یعنی آقا برو ولمون کن، تعقیبت نمی کنیم، تو هم منتهاره بذار برو سراغشو نگیر. این بگفت و حکم حق اجرا نمود، خود نوشتان را و خود امضا نمود. داد او را کهنه پاره چادری، گفت بر سر کن که سرما میخوری. پس برون آورد مانتو از تنش، برد لابد هدیه بر مادر زنش. آخه گفت آن بانوی مانتو باخته، کهنه چادر بر سرش انداخته. چی گفت؟ یه بیت گفت. گفت آن بانوی مانتو باخته، کهنه چادر بر سرش انداخته. آبرو بردم زدین با تار مو، دادمش با پشم خالص آبرو. این هم یه عبرت این خانم لوسی والندل، همشهری انگلیسیه. ما در برنامه نگاهی به مطبوعات امشب نگاهی داریم به اولین شماره نشریه جرثومه، ارگان نهاد طهارت، که صفحه اولش یک آفتابی چینی مخصوص خیلی شیکه و در سرمقالش اومده کسی که 8 سال در خدمت مردم بوده همچنان از هر طرف به خدمتگذاری آماده است. ما باید دست به دست هم بدهیم و من همیشه دستم در دست مردم خواهد بود. هرچند باندهای دستمال کاغذی میخواهند ما را از میدان در کنند، ولی ما آماده ایم و آب را همون جا که میسوزه میریزیم. بقیه نشریات رو این هفته دیگه فرصت بررسیش نیست. تا هفته آینده با همه غمهایی که دارید و داریم سعی کنیم که به هر حال جشن تولدی بگیریم، فوت کنیم، کیک بباریم. بادکنک نفهمیدم کجا رفت. یه بادکنک طلب آقای خاتمی از من دو میدیدم.